بعد ببینم مسعود جان، شما نظر راجع به این شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها و اینا چیه؟ اینا کمک کرده به جذب ایده‌ها؟ 100% همینطوره. شرکت‌های دانش بنیان بعد از اینکه یک ایده‌ای تشکیل میشه، معمولاً به دو شکل ایجاد میشه، یا محصولی از مشارکت سرمایه گذار و صاحب ایده است، یا اینکه اون صاحب ایده کارش رو تولید میکنه، به یه مرحله‌ای میرسونه و از اونجا بعد میخواد تولید انبوهش بکنه. یه گلدونی میمونه که شما یه گیاه رو توش اول میکارید، این جوانه که زد، بعد این گلدون رو عوض میکنید. استارتاپ نقشش همینه، شما رو پرورش میده تا یه حدی که بتونید شرکت بزرگتر بشید و بتونید تو بازار ملی و بین المللی کار بکنید. و تو الان در چه حدیه پروژت؟ چقدر تونستی پیش ببری و کجاهاییم دقیقا؟ خب ما پروژه رو الحمدلله تو این 7 سال گذشته ثبتش کردیم، یه سری مدال‌هایی رو براش آوردیم، سرتیفیکیت‌های ایزو و حالا استانداردهاش رو رفتیم تهیه کردیم و خوشبختانه توی مثلا بیمارستان اومدیم اینو داریم کار می‌کنیم. مثلا این خطایی هست که تو بیمارستان میزنن اورژانس از این طرف. آها، من همیشه با این خطا مشکل دارم، خطای بدرنگ بیرنگ از بین رفته و کثیف که همشون دیگه آفاید. میشن خاکستری کلا دیگه، تبعیض رنگی نداره، درست میگم؟ ما اومدیم از این لاینا درست کردیم توی بیمارستانه که روشن میشن. خب پس با این حساب یکی دیگه از کاربریای این لامپای کاغذی با مصرف نزدیک به صفر اینه که یک تحولی در نورپردازیای بیمارستانی به وجود میاره که خیلی کاربری داره. بریم ببینیم چه خبره. موافقم. یه سر بزنیم ببینیم این اختراع تو بیمارستانا چیکار میتونه. چیزی که الان ملاحظه می‌فرمایید نوارهای نورانی کم مصرفیه که با ولتاژ بسیار بسیار پایینی میتونه راهنمای بیماران تو قسمت‌های مختلف بیمارستان یا مرکز درمانی قرار بگیره. آقای دکتر، وقتی این اختراع به گوش شما رسید و فهمیدید همچین موضوعی اختراع شده، عکس العملتون چی بود؟ فوق‌العاده خوشحال شدیم، به اون به دوستان محترممون تبریک گفتیم، دعوت کردیم که بیان و اختراعشون رو تو مراکز درمانی در واقع استفاده بکنیم، چون یکی از بزرگترین معضلات بخش درمان هزینه‌های برق مصرفی مراکز درمانیه که قسمت عمدش هم صرف روشنایی میشه. تو بیمارستان یکی از کاربردهای نوارهای نورانی در واقع راهنمایی بیماران به بخش‌های مختلفه که تو رنگ‌های مختلف دوستان محترمون زحمت کشیدن، درست کردن، در اختیار ما قرار دادن و تونستیم برای راهنمایی تو قسمت‌های مختلف ازش استفاده کنیم. شما به فرض بخش رادیولوژی تشریف می‌خواید، برای رنگ آبی رو ادامه میدید، برای بخش‌های مختلف رنگ‌های استانداردی وجود داره که این نوارهای نورانی کاملاً قابلیت اینو داره که راهنمای بیماران باشه تو مراکز درمانی. شما مسعود مولوی رو هم میشناسید؟ بله، ایشون زحمت کشیدن، نمونه های بسیار بسیار خوب و اویلیبلی رو در اختیار ما گذاشتن که تونستیم استفاده بکنیم ازش و برای ایشون آرزوی توفیق و سرافرازی داریم و از دوستان بسیار خوب بنده هم هست. شنیدم از ایدهش داره پولم در میاره. شک نفرمایید. خوبه این تیپ پول در آوردن های دکتر؟ کاملا عالیه. بهش میگن چه مدل کسب درآمد؟ بهش میگن اشتغال زایی. و کسب درآمد از؟ فناوری. شما خودتون موافق کسب درآمد از فناوری؟ قطعا. همونطوری که ما بارها توی این برنامه اشاره کردیم، مواد لازم برای نوآوری و ابتکار حتما مغز ماهی و فسفر و چه میدونم قرص اومگا 3 نیست، والا به خدا. آدم‌های مبتکر و نوآور هم حتما ابو علی سینا و انیشتین و این آدم‌های عجیب و غریب نیستن. اونا هم یه عده آدم معمولی هن، عین من و شما. دکتر جان درست میگم یا شما هم با قرص ویتامین و اومگا 3 و فسفر و این چیزا تونستید مبتکر شید؟ نه درسته. شما چقدر تلاش کردید؟
بیش از 7 ساله که برای این پروژه شبانه روز داریم کار میکنیم. 7 سال خیلیه. بله. هنوزم فکر میکنم سالهای دیگه هست که باید کار کنیم تا به اون چیزی که دلم میخواد که کشورم کامل از این فناوری اشباع بشه و بتونه ازش استفاده کنه مونده. بعد ببینم این فناوری که شما بهش دست پیدا کردید کجاها دقیقا کاربرد داره؟ ببینید عمده فعالیتی که ما رو یعنی اولویت شماره یک هم هست تو بحث بیمارها و کمک در بحث بیمارستان هاست، بعد از اون تو صنایع دفاعی و نظامیه. خب یکی از کاربردهاش در بیته زیردریایی هاست، روشنایی زیردریایی ها، در بخش اویونیک سیستم های ناوبری هواپیما. ناوبری یعنی اینکه اون اکسسوری ها و در تجهیزات هایی که یک خلبان با اون میتونه کنترل یک هلیکوپتر یا هواپیما رو به عهده بگیره. تو این حیطه هست و بعد از اون صنعت تبلیغات و روشنایی شهری. ببینم تو تا حالا به این فکر کردی از ایران بری؟ خیلی. یعنی میری؟ دوست داری بری؟ خیلی موقعیتش برام بوده، هست. همین هفته گذشته هم یک پیشنهادی داشتیم از شرکت گوگل. خب. که تو بحث استارتاپ هاش رو داشتیم. من ترجیح میدم تو کشورم باشم اول و بعد از داخل کشورم به بشریت خدمت کنم. حالا اگر کاربردی داره این تو کشورهای دیگه چرا که نه، میریم تو کشور چین، تو کشورهای دیگه اونجا تولیدش رو ادامه میدیم. الان چقدر درآمدزایی داره طرحه؟ دیگه اینا خب بگو دیگه، ببین خیلی ها دوست دارم بدونن. شما در نظر بگیرید کل سیستم روشنایی یک برج مسکونی که خیلی سیمکشی و تجهیزات خود غیره داره برای همیشه میتونه رایگان بشه. با فکر میکنین ایده تو در کشور چقدر درآمدزا خواهد بود؟ در صنعت تبلیغات شما در نظر بگیرید بانک ها، مؤسسات تجاری، بیان بیلبورداشون، سردر مغازه هاشون، تمام اینها رو با این تکنولوژی بزنن، فکر میکنم قابل شمارش نیست. برنامه‌ت برای آینده چیه؟ 10-15 تا پروژه دارم کار میکنم. یه ربات که تو لوله های نفت میره، یه ربات هست که کار بافتن میکنه. حالا سورپرایز بعدن بهتون میگم. چه جوری؟ سری ربات ها و پروژه های مختلف هست در حیطه نظامی. مثلا شیشه های هلیکوپتر و بالگرد داریم تبدیل به مانیتور میکنیم. پس 10-15 تا کار داریم که باید تا آخر سال تموم شه. ان شاء الله، خدا بخیر. خیلی برنامه‌ریزی قوی داری. از اونجایی که این لامپ کاغذیه پس میشه روش چاپ کرد، یعنی همه بنرها از سردر مغازه ها تا حتی متن کتاب ها میتونه با لامپ کاغذی روشن شه. حالا من این آدمی که کلی داریم ازش تعریف میکنیم و فرستادم بره چای بریزه بیاره، اصلا یکی تفریحات من اینه که این آدم مخترع و نخبه و دانشمندا رو ازشون کار بکشم. چای بریز بیار، چیه همش سر تو کتاب درس 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 درس، بس کار کن. مگو چیست؟ عجب شنیدی؟ ببخشید امین جان، اتفاقا سخت در اشتباهی. چرا؟ علیرغم اینکه عموم مردم فکر میکنن که ما همش تو لابراتوارمون هستیم و یا داریم درس میخونیم، اینجور هم نیست. ما معمولا تو خونمون خب جارو میکشیم، جوجه کباب هم باید میزنیم. آفرین. بعد آره اتفاقا دیشب داراباد بودیم، اونجا جات خالی جوجه کباب خوردیم اینها. خب پس من حرفمو پس میگیرم. نخیر، دست پدر مادرمون هم میبوسیم. آفرین، من قانع شدم. ولی الان یه کاری بهش میگم نمیتونه انجام بده. ولی من فکر کنم صدات هم خوب باشه ها. نمیدونم، شاید. صدات هم خوبه. یه دهن بخون برامون ببینم. چی بخونم؟ شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی. به 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 به، دکتر خیلی صداتم خوبه. اینم از دات آی آر این هفته. ما معتقدیم که تو مغز هر ایرانی بالای 10 تا ایده است که اگه این 10 تا ایده
عملی بشه، هر ایرانی صاحب 10 تا ابتکار، 10 تا اختراع و 10 تا نوآوریه. بس که ما ایرانی‌ها باهوشیم، اینجور آدمایی هستیم ما. همه دنیا دارن سر درآمد نفت می‌جنگن، ما معتقدیم که میتونیم از کله‌هامون ثروت در بیاریم. ثروت از علم. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.